السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان زوال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. صفحه 19 رو بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا اتخذ من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. و قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله و اليوم الاخر قال و من کفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. خب عرض به محضر مبارکتون که حالا ضمن عرض عذرخواهی از اینکه یه مدت دیر اومدم این جلسات بیشتر هم ببخشید. ما در جریان حضرت ابراهیم ببینید خب مطالب زیادی گفته شد و جایگاه حضرت ابراهیم علیه السلام معلوم شد. ما یه چیزی داریم خیلی حرف طبیعیه، تا حالا هم زیاد عرض کردیم خدمتتون که ما یه چیزی داریم به نام تناسب حکم و موضوع. تناسب حکم و موضوع یعنی چی؟ یعنی اگر یه حکمی رو داریم به یه موضوعی میدیم باید این تناسبش حفظ بشه. حالا من مثال که زدم تا حالا همون مثال رو تکرار. مثلا اگر شما بگید که فرض فرمایید که یه خونه خریدیم یه تومن. یه تومن یعنی چی؟ یه میلیارد تومن دیگه، درسته؟ نمیشه بگی مثلا یه میلیون تومان که. یه تناسبی باید با اون چیزی که دارید میگید داشته باشه. باید بگید یه دونه ماشین خریدم 50 تومان. یعنی چی؟ 50 میلیارد تومان مثلا. این دیگه نیست، یعنی تناسب نداره. این تومنش درسته تومن، ولی مثلا 50 میلیون تومان. همینجوری اگه مثلا بگید یه بستنی خوردیم 50 تومان، 50,000 تومان مثلا. حالا 50 میلیون تومان شما بستنی نمیکنه، اما این اون بستنی طلاه. خب این تناسب حکم موضوع اقتضاء داره. اگر چیزی رو داریم راجع به حضرت ابراهیم بحث میکنیم، راجع به این مقام داریم بحث میکنیم، اگر واژه امامت بحث میکنیم راجع به این مقام داریم بحث میکنیم، اگر راجب واژه شرک داریم بحث میکنیم، راجب جایگاه حضرت ابراهیم داریم بحث میکنیم، اگر قرآن اصرار داره بگه که ابراهیم مشرک نبود، خب این مثل این میمونه که شما مثلا
تناسب حکم موضوع فکر بکنیم مثلا هی مثلا یه شخصیت برجسته ای مثلا مثلا حضرت آقا راجب آقای بهجت بگن ایشون نماز میخوند چون چه تصور میکنه از ایشون نماز مثلا نمازای یومیهشون میخوند که یا این نیست اگه هی داره یه جا تذکر داره آقای بهجت نماز میخوند یه لابد منظورش اینه که نماز میخوند خب لابد یه چیزی تو این مایه باید باشه دیگه و نه نماز خوندن خب منم نماز بخونم اونم نماز بخونم آدم دیدی هم نماز بخونم خب این دیگه گفتن نداره که حالا راجع به آقای بهجت دادن بگه نماز بخون مثلشون خب ای خدا اصرار میکنه راجع به حضرت ابراهیم که ایشون مشرک نبود خب لابد یک سطحی از بحث شرک رو داره میگه که مناسب جایگاه و عظمت خب هم جایگاه امامتش با اون توضیحاتی که دادیم به عنوان رأس امت و قومهای برگزیده که عملا حالا معلوم میشه که آنچه که پیغمبران تا آنجا آورده بودند به عبارتی مثل این که پایه گذاری کرده بودن و فونداسیون ها رو ریخته بودن ولی حضرت ابراهیم و اسماعیل این را آوردن بالا تبدیلش کردن به بیت یعنی اذ یرفع ابراهیم قواعد من البیت اینو این قاعده ها رو تبدیل کردن به یک ساختار در حقیقت مشخص دیگه از حد فونداسیون خارجش کردن فونداسیونش تا اونجا ریخته شده بود حتی این حرفی که الان ما داریم میزنیم باز همین تناسب حکم و موضوعه مثلا فرض بکنید خب چقدر مثلا مگه اهمیت داره که مثلا هی بگیم که مثلا اینا بناش مثلا اینا بودن حالا باش بناش هم اینا بودن قبوله مثلا اینا بنایی کردن ولی چقدر گفتن داره اینقدر بگیم که آقا مثلا اینا آوردن بالا تازه با این جور کلمات اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت یه بیتی بوده که حالا این عبارت ها شما تو قرآن حالا با هم دیگه نگاه بکنیم میبینید این حرف یا عبارتی شبیه این جور عبارات که وعهدنا ببینید وعهدنا ما عهد گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل که این خونه رو طاهر کنن این خانه باید طاهر باشه خب این چه عهدیه مثلا آخه این در حد یه آیین‌نامه مثلا فرض بکنید که یه بروشوره که بدن دست اون خادم اونجا هم کفایت میکنه که بحث که ما عهد گرفتیم از این دو نفر این خانه باید خانه پاکی باشه پاکی این خانه در بحث نجاست ظاهری که مثلا فرض فرمایید که بول و این چیزا نجسه شد یه عهد الهی لازم نداره که این در حد یه مستخدمی که بهش میگه آه اینجا مثلا آب بکشه اگه چیز شد همین نکته‌ای که در بحث نجاست من در سوره توبه اون موقعی که میگفتم به رفعا عرض کردم که اون آیات که میگه انما المشرکون نجس ناظر به نجاست ظاهری مشرکین نیست اصلا یعنی از اون آیات در نمیاد این راجع به قذارت و پلیدی این موجوده کما اینکه واژه های اینطوری ما تو قرآن
زیاد داریم که لایه بندی هایی داره که حالا عرض خواهیم کرد. که جالبه موقعی تو تایلند بارون اومد، خیلی بامزه بود اون حس آدمایی که فکر میکنن کفار نجسن، مثلا فکر میکنن دیگه همه جا نجسه دیگه. الان همه چی نجسه، الان مثلا آب پاشو بزن، بعد خودش احساس میکرد که یه مقداری یه جوریه، مثلا باران الهی داره میان، بعد زمین داره نجس میشه، یه خورده نمیخورد مثلا بحثش، که داشت بارانی که متحره میومد و کل زمین داشت نجس میشد به واسطه این که مثلا از این بودایی ها چک چک میتونن آب میره زمین ها مثلا. حالا کاری دیگه تنهای فقهی نمیخوایم بزنیم، خیلی وقتا من میگم این آقایون مراجع رو باید بعضا این خارج از کشور برد تا خورده ببینن دنیا دستی کیه. مرجع خود بچه های خودمون یه سری طلبه ها رفته بودن هند، همینجوری بارون اومده بود، اصلا مونده بودن چی کار کنن دیگه، باید ببریمشون روزه های 22 ساعتی بگیرن تو سن پترزبورگ تا بفهمن روزه فاصله بین طلوع و غروبش اگه بخوایم روزه بگیرن یعنی چی. به حجت واقعا اونجا آدم میفهمه که این دین نیست، دین اصلا اینجوری این مدلی علل قاعده نباید باشه. حالا از این تنهای فقهی میگذریم که هر کدومی سر جای خودش قابل بحثه، ولی این تناسب حکم و موضوع اقتضاء دارند که ما همه چی ما تو همین لایه معنی کنیم. طهارت، ظلم، شرک، نجاست، همه این چیزا رو باید ما همینجوری معنی بکنیم. کما اینکه از اول اینکه سوره بقره رو هم شروع میکردیم همین بود دست فرمون، دست فرمون همین بود. از یا سوال میکنن میکردن در جلسه، خوب دقت بکنید، پیغمبر اومده مدینه، درسته؟ حکومتش رو تشکیل داده. میدونید که اولین سوره مدنی ما هم بقره است، اولین سوره مدنی ما هم بقره است. حکومت تشکیل داده. خب یک سوال مقدری رو باید جواب بده پیغمبر، و اون این که پیغمبر شما مسائل سیاسی، اجتماعی، حاکمیتی، روابط بین الملل فلان، همه این چیزا رو کلن که حالا اومدی حکومت تشکیل بدین، مانیفست و مرامنامه چیه؟ اما چی گرفتی دستت؟ کتاب انقلاب چیه؟ مثل این که امام وقتی داشتن تشریف آوردن ایران، خدا رحمت کنه آقای حبیبی، ایشون خودش به من گفت، من رفتم پیش امام گفتم حضرت امام، حالا اون موقع امام نمیگفت مثلا، گفتن که مثلا شما دارید میرید ایران، شما ممکنه پیروز شیم ما مثلا، گفتن خب بشیم، گفتن خب قانون اساسی میخواد مملکت، باید چی مثلا رو چی میخوای الان اداره بشه کشور، ایشون گفتن خب بشین بنویس مثلا، او خونده بودن نشسته. الان همین سوال داره پیغمبر میشه، پیغمبر کلا بر اساس چی میخوای شما حرکت کنی؟ اون مانیفست انقلاب چیه؟ آیه میاد ذالک الکتاب، کتاب این همون مرام نامه است که بر اساسش حکومت میکنم، یعنی بر اساس وحی شروع میکنم چیکار کردن، هر چی که وحی بیاد
اون میشه قراردادهای ما و شما که بر اساس اون عمل میکنم. اون موقع این کتابه به اضافه البته خود پیغمبر میشود، یعنی پیغمبری که کتاب دستش گرفته، این میشه مرامنامه حکومتیش. لذا همه چیز رو باید همینجوری تعریف کنید شما از این به بعد. اون موقع اینه که آدم ها رو سه دسته، گروه ها رو سه دسته میکنه. یکیشون میشن در حقیقت مؤمنین و متقین که میشن داره که کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب، از رو این کتاب سه دسته آدم تولید میشه. یه عده‌شون هستن که ایمان به غیب دارن، چون این کتاب غیب همش، یعنی یه نظام محاسبات غیبی داره که به عقل جور در نمیاد. خب که بزن برو تنش زدایی نکن، همینجوری با قطب درگیر شد، از این چیزایی که آدم باورش نمیشه. خب آدم یعنی ما باورم میشه، ولی خب نمیدونیم که، یعنی معلوم نیست فرایندش چجوریه. بعدش هم میگه شما با قطب درگیشی مثلا بهترین وعده ها رو من تو اونجا بهت میدم برای اینکه بفهمی. یه عده آدم هایی هستن که به هر جهت کلن همچی چیزایی رو نمیتونن بپذیرن. یه عده هم هستن فی قلوبه هم مرض و الاخره هم این ور رو چیز داره و بالاخره یه خورده قبول داره و یه خورده هم از اون ور قبول داره و یه برق و برقی میزنه. و ببینید یعنی چی؟ یعنی کاری حالا به اون بحث ندارم، دارم میخوام بهتون بگم یعنی اینی که شما دارید با این بحث در سطح پروازی همین بحث دارید آیات رو ترجمه میکنید و معنا میکنید و میفهمید. تو دستورالعمل و کارویژه حضرت ابراهیم باید شما باشید و بفهمید شرک یعنی چی. نه شرک یعنی یه دونه بودایی. این بحث شرک نیست. اینی که به مشرک نمیرسه، این عهد امامت من به مشرک نمیرسه، به ظالم نمیرسه. پیغمبر قرآن هی میخواد بگه حضرت ابراهیم مشرک نبوده، خیلی امتحان پس داده، همه اینا رو تو همین صد معنی کنیم. برای همین است وقتی که رسیدیم حتی با همین دست فرمون به اینی که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برای همین تو همین دست فرمون نگه داشتیم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، نه اینکه تو این نیم دایره نماز بخونید. اصلا من یه بحث حج الان که یه نخیر داره سطح و لایه نماز رو داره طراحی میکنه. باور بفرمایید دینی که ماها دارین ارائه میدیم الان، اگه چشاتون داره گرد میشه همیشه از خیلی حرفای قرآنی این مدلی، به خاطر اینکه دینی که تقریبا ما داریم ارائه میدیم با مثلا فرض فرمایید تعالیم بودا فرقی نداره، کلا دینای اخلاقیه. حتی بذارید یه خورده لبه دارتر بگم، تراکم و تمرکز بر گفتن اخلاقیات، خوب دقت بکنید، تراکم و تمرکز بر گفتن اخلاقیات از روی قرآن زمینه مناسبی است برای اسلام ناب آمریکایی. چرا این عرض میکنم؟ این زمینه است برای اینجا، چون که هم قرآنه هم به کسی بر نمیخوره. کلن چیز اخلاق خوب باش، مهربون باشیم با هم دیگه، حاضرین قرآن رو انقدر بالا پایین بکنیم پیام هاشو نفهمیم، تا
تو سطح حاکمیتی اونجوری که حضرت آقا این جمله جمله نابی از ایشان که میفرمایند که همه انقلاب ها کتاب داشتن، کتاب انقلاب ما قرآنه، پس قرآن کتاب انقلابه. نمازش هم کیف اللوازی نیست، نمازش اتخاذ در مقام امامته، یعنی نمازش باید شما وتخذوم مقام ابراهیم مصلا، شما باید برید تو مقام امامت وایسید و نماز بخونید، یعنی نمازش مال اینه. حجش هم اینجوریه، روزش هم اینجوریه. شما آیات، حالا اگه رسیدیم به آیات، ببینید کجاها داره بحث وضو رو مطرح میکنه، کجاها داره نماز رو مطرح میکنه، مدل مثلا مطرح کردن نمازش چه مدلیه، روزه رو چرا اینجا داره مطرح میکنه تو سوره بقره. به خاطر اینکه همه این پدیده های حتی خانواده رو، چرا خانواده رو در سوره مبارک نور اون مدلی مطرح میکنه و پدیده ولایت و ولایت مداری در خانواده رو عشان تثبیت میکنه، بعد میبینید دیوها شد و اما افغانستان، طرف فقط راجع به افغانستان بلد بود حرف بزنه، هر چی میگفتن میگفتن راجع به پاکستان، میگفت پاکستان همسایه افغانستان و اما افغانستان. خب از شما درد نکنه. میبینید که چون دغدغه اصلیش اونه و اصلا اونو مسئله اصلی بین شرک و کفر و الهاد و فلان اینها میدونه، دغدغه اصلیش اونه، همون دغدغه ای که آقا مانع نیست که اوباما افطاری بده، چه مانعی داره؟ اوباما افطاری هم میده، دقت بفرمایید، اوباما افطاری میدهد، خیلی مهمه. کجا نقطه اصلی درگیریه که بحثه؟ این همون بحثی که ما تا حالا یقه دراندیم سرش، که شما مشرکین مکه به شدت اخلاقی، به شدت مذهبی، به شدت متدین، به شدت در حقیقت به خدمتون عارضم که اهل معاهدات و این سری مسائل، این بوده که مشرکین مکه بودن. مشرکین مکه یه همچین موجوداتی بودند. اگر میگوید جاهلیت، به خاطر اینکه همون پیام‌های کتاب نه یه سری اخلاقیات، این پیام‌های کتاب بارگذاری نشده بود روش و داشتن مقابله میکردن. برای اینکه یادآوری بشه سوره مبارک مائده رو بیارید، صفحه 116 از آیه 48 هست که آقا این چه جفایی کردیم ما به این مشرکین، بعدن ازمون نخواهن گذشت. اینا یه جوری اینا رو توضیح میدیم که بیان القی واضح، یه جوری هم منافقین رو توضیح میدیم، اون هم که یه سری آدم تروریسته فلان، اصلا میبینیم مثلا این چیه که خدا انقدر هی میخواسته این گروه ها رو تفکیک کنه، یه اخوتی بین اینا نشون بده، این فی قلوب مرض چی بوده؟ برای همین است راجع به حضرت ابراهیم مراجعه قلب سلیم او توضیح دادیم، باز تو نایه حضرت ابراهیم که قلبش سالمه. قلبش سالمه یعنی چی؟ اونجایی که میگه آقا ما این کتاب رو آوردیم، همین کتابی که خلاصه مرامنامه حکومتی توه که مال همه انبیا هم همین جوری بوده، فقط یه هیمنه مال تو، در حقیقت کتاب تو و روش تو یه تفوقی داره، بقیه چون قوم برگزیده اینجوری نبودن، این مأموریت رو نداشتن
ولی مال تو این مأموریتو داره اینجوریش. لذا بقیه هم تو همین خط سیر بودن، برای همین هم بوده همه انبیا مشکل داشتن. بابا به پیر به پیغمبر اصلا قرآنم بذار کنار، نه کسی با نماز ما مشکل داره، نه با روزه ما، نه با دعا کمیل ما. تو خارج از کشور فاند و از این چیزا خود این خارجکی ها میدن، اونجا برید میبینید، میدن بهشون که اونا مثلا افطاری بدن. بعد دیدی دیگه نمونه هم خود اوباما هم که افطاری داد، اصلا با این چیزا مشکل ندارن، اصلا پول دعا کمیلتون میتونی بری بگیری ازشون. یعنی دعا کمیل بخونی، پذیره بکنی، بعد فاکتور بکنی، بری از دانشگاه بگیری مثلا. یعنی کسی با این چیزا مشکل نداره. بله بله، اگر نماز تو مقام ابراهیم بذاری، اون میشه نقطه اول درگیری. اگر همه انبیا شروع میشدن بحث درگیریشون شروع میشد، چون همچین در حقیقت دستورالعملی تو کار همشون بود، منتها یه مأموریت خیلی خاص و ویژه با هیمنه و اشرا مال پیغمبر ما بود و هست، به عنوان اون قومی که قوم برگزیده است. و مهیمنن علیه، ببینید هی میگه فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم. معلومه اینجا جاییست که میخوره به هوای نفس. یه دم میخوام وایسن این هوای نفس رو، هوای نفس خودشونو در مأموریت پیغمبر بگنجونن، در اسلام ناب امام خمینی بگنجونن، کار خودشو، فکر خودشو، هوای نفس خودشو میخواد بگنجونه تو اون مسیر. میگن آقا حکم کن ولا تتبع اهواهم. بله لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، منکم شرعتا و منهاجا. بله منهاج و روشهای برخورد متفاوتی میشود داشت تو همین مسیر خط سیر اصلی که اسمش میشه کتاب، میشه اینو داشت. برای همین است که منهاج مثلا ممکنه حضرت آقا با منهاج امام خمینی فرق داشته باشه. منهاج کتاب نه، دین نه، صراط نه، سبیل، منهاج روش. میگه آقا اینش اشکال نداره، تو کتاب باید تو اون خط سیر اصلی باید مشترک باشی، منهاجش اشکال نداره. تو منهاجش بین ائمه خودمون متفاوت بوده، ولی اون خط از دست نرفته، اون خط ما باید داشته باشیم. حالا یا تفاوت تو ازواق یا تو تفاوت تو شرایط، کاری نداره. لکلن جعلنا منکم شرعة. آیه بعدش باز دوره و ان احکم بینهم بما انزل الله، حکم بما انزل الله بکن. باز دوره ولا تتبع اهوا، هوای نفسشون رو پیروی نکنه. معلومه در مزان این است که کسایی هی انگولک بکنن مأموریت رو. اصلا مأموریت ما به عنوان انقلاب 57 در مأموریتون رو خوان عوض کنن در عالم. بعدش هم میگه وحذرهم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله الیک. بعضی اگه کل مأموریت رو نتونن عوض کنن، یه چیزایشو میرن که عوض کنن. مواظب باش یه چیزایش هم عوض نکنن، یعنی برن تو بعض ما انزل الله علیه، تو را وارد این چیزا بکنن که یه کمی بالاخره لبه های تیزشو بگیری گرد کنی. نه اینم نه، مواظب باش، مواظب باش پیغمبر، یه ده این کارا میخوام بکنن. بعدش میگه اف حکم الجاهلیت یبغون، جاهلیت همین بوده. تو اسمشو هر چی میخوای علم بذار بذار، ولی این جاهلیت. اینا دنبال حکم جاهلیت میگردن، این جاهلیته. بعد میگن و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، کسایی که یقین دارن میدونن که بهترین حکم همین حکم کتابه، همین مسیریه که این باز کرده، این بهتری برای کسایی که یقین دارن.
خب این داریم چی کار میکنیم الان؟ چون که به ارخی سوال میکنه این جلسه قبل، باز دوباره میخوایم بگیم آقا در این مأموریت ابراهیمی که بر عهده ما گذاشته شده است ترجمه میکنیم، حتی نمازش رو، حتی حجش رو، حتی زکاتش رو. حتی برای همین جوری میفهمیم که چرا زکات، اصلا زکات به عنوان مالیه که مدیریتش دست امامه. اگر این طعنه های فقهی رو هم داریم که آقا چه شده است که زکات الان شده مثلا برای عده‌ای، آیا میدن یا نمیدن، خاطر همین نکته است که قرآن اینو نشون میده که آقا زکات باید بره پیغمبر بگیره، بعدش هم نه در اون نه تا چیز، احکام سلطانیه است، واضحه، آخر دوره مدینه است، دارن فشار میارن به پیغمبر که او رو از مسائل اقتصادی توهی بکنن، مدیریتش رو ببرن زیر سوال بر اساس اقتصاد. همون آخرها دیگه بهش گفتن که عبور بگیر، زکات عبور بگیر، دیگه دادنی نیست، حالا دادنی بود حالا گرفتنیه. ما همه اینها رو تو همین پرتو میفهمیم، قرآن اینجوری میفهمه. ما به خاطر اینکه دینمون اصلا قرآن نیست که، نمازمون یه مراسمیه که خونده، نماز در حجمون یه حج بازاری مراسمیه، میریم بعد از این چیزا تو همه جای دنیا هم تقریبا خیلی از ادیان دارن اینا رو. خب استکبارم با اینا کاری نداره، با این حج کاری نداره، با این نماز هم کاری نداره، برای اگه نماز سوره مائده باشه با اون کار داره، میگه نمازو مسخره میکنه، نمازو فلان میکنه. خب الان ما میبینیم چرا نماز مسخره نمیکنه، چرا نماز خوندن ما رو مسخره نمیکنه، چرا حج رفتن ما رو کسی مسخره نمیکنه، چرا کسی ما رو مسخره نمیکنه کلا؟ ما کجامون ایراد پیدا کرد که کسی ما رو مسخره نمیکنه؟ اینا اون دست فرمون است. حتی این جمله آخر دیگه باز دور بریم آیات ببینیم، حتی وقتی قرآن نماز شب مطرح میکنه، یه نماز شب به خاطر این است که پیغمبر تو لازمه بنزین بزنی، فعالیت اجتماعی زیاده، تو سبح طویل داری، باید شب بلند شی. یعنی نماز شبش هم کیف اللوازی نیست، نماز شبش هم جهت حاکمیتی داره. تمام میکنم به این جمله حضرت امام، یه جمله داره عجیب، ما امام رو هنوز وارد در دستور کارمون نکردیم، واقعا وارد در کتابای دینی اونم نکردیم. امام سطح دعوا رو آورده تا لبه بحث استکبار، با ادبیات استکبار استضعاف قرآنی سطح دعوا رو و لبه دعوا رو آورد اینجا گذاشت. ما میریم خدا رو اثبات میکنیم، یعنی شبهه‌ای که دیگه هیچی نمیکنه، ما بحث رو بردیم تو اثبات خدا. یعنی ببین ما کی هستیم دیگه که امام دعوا رو آورده کجا گذاشته خاکریزو؟ ما میبریم طلبمونو، دانشجومونو، مدرسه‌ای، بچه مدرسه‌ایمون هم دعوا رو میبریم ته 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 که خود مشرکین مکه توش اختلاف نداشتن. یعنی میبریم تو جایی که مشرکین ادعایی نداشتن، میبریم تو نقطه شرک، میریم 10 کیلومتر عقبتر، اونجا تازه دعوا رو شروع میکنیم با بچه دبیرستانی همون. ببین چقدر ما فولیم واقعا. اصلا من این کتاب های دینی رو آدم نیام کنم، اینه
اینا مال قبل انقلابه، مال قبل از انقلابه، مال کی هستن؟ کجایی؟ نویسنده کجایی؟ الان دعوا این نیست هستن تو دنیا، دعوا این نیست که پیغمبر چجوری اثبات میشه که پیغمبر یا پیغمبر نیست. اصلا وارد این دعوا، حتی قرآن وارد این دعوا نشده که چه طرق اثبات این که پیغمبر چجوری پیغمبره. همه میگه آقا همه میدونستن پیغمبر پیغمبر خداست، تمام. خب دعوا یه جای دیگه است. برای همین ما دینی یاد میدیم به طرف، بیخاصیت میشه از قبلش بیخاصیت تر. تا حالا انقلابی بود، حالا مسئلهش میشه اثبات وجود خدا. بخور تو سر این تدبیر ما. چیزی که مشرکین باهاش مشکل نداشتن و قبول داشتن که خدا هست و خدا آسمان و زمین رو آفریده و خدا داره آسمان و زمین رو تدبیر میکنه و فلان و همه اینا که تو قرآن گفته، همه اینا رو که مشرکین اینا رو قبول داشتن، میبینیم دعوا رو تو جایی که حتی مشرکین هم باهاش مشکل نداشتن. برای همین ما میخوایم بگیم آقا دعوا رو، بحثش رو باید بیاریم تو فضای ابراهیم الان. حضرت ابراهیم الان، همه چی الان، همه چی مورد ترجمان الانش. ما ترجمه قرآن نمیخوایم، ما ترجمان قرآن میخوایم. ترجمه قرآن میشه فارسی شده همین تیکه عربی ها. ما ترجمان قرآن میخوایم، نه ترجمه قرآن. این اون دغدغه ایست که باید اصلا بریم تو رگ و پی، و قرآن بره تو رگ و پی ما، بگیم حضرت ابراهیم کی بود، چیکار میکرد، چیه دعواش چی بود، اینا که همه رو ای تو این مدت ها گیر دادیم حضرت ابراهیم داشتیم همین. بعد خب حالا نشون داشتیم میدادیم که ابتلاعاتی که داشت میشد قرار است به اون مقامش برسه دیگه. وقتی این ابتلاعات داده میشه، او امام توحیدی، نظام ساز، جامعه ساز توحیدی که اهل براعت داره تکلیف خودش رو مشخص میکنه، عقبه توحیدش رو داره میبنده، او امام و امته. این همه توضیحاتی که رفته، او یک امت از امامه فلان، همه او رأس قوم برگزیده است، بیت رو او تشکیل میده، به پیغمبر میگن همین روش، فتبع ملت ابراهیم حنیفا، فتبع ملت ابراهیم همین روش. حالا او آزمایشات چی بوده و صبرش چی بوده، آزمایشاتش و صبرش و همه این چیزا مربوط به امور امامت و حاکمیتش بوده. این بوده که اون موقع شد امام. شما ببینید در زمینه همین صبر، شما سوره مبارکه اعراف رو بیارید و سوره مبارکه اعراف آیه 137 و سوره مبارکه سجده آیه 24. سوره مبارکه، ببینید این هر چیزی باز داره در تناسب حکم موضوع صبر مربوط خودشو داره. مثلا اگر قرار از چنگال فرعون رهایی پیدا بکند قوم بنی اسرائیل، به واسطه صبر راجع به تیکه‌های مادر شوهر که نیست که، مثلا این یه تناسبی نداره با این. صبر انقلابی زائیده در حقیقت فشارهایی که بر امت بنی اسرائیل داره میاد، به واسطه اینی که داره حرفای موسی رو گوش میده. درسته علاقاده این باید باشه دیگه، این چه همون تناسبه باز داره.
تو آیه 137 اعراف دارد چیه؟ دارد که و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، ما به میراث دادیم این و وراثت ایجاد کردیم، یعنی قومی که اینا مستضعف بودن چیو؟ مشارق الارض و مغارب التي باركنا فيها و تمت کلمت ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. این برای چیه؟ ببینید تمت، اینا همونه که فعتمهن، تمت کلمت ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، اینا صبر کردن، پایمردی کردن، این امت بنی اسرائیل وقتی پایمردی کردن خدا تمام کرد. خب تمام کرد بر اینا به واسطه این پایمردیشون، صبر کردن. حالا اینا میشن چیه؟ من یه معنی رو گفتم، اینا رو دیگه مجبورم کد بدم دیگه. به نام امام امت، یکی به نام امت امام که تحت عنوان امت وسط ازش یاد کردم، که عرض کردم انتظار قرآنی یعنی این، انتظار قرآنی ملغمه از بحث روایات و قرآن و فلان رو هم بذاری هیچ در نمیاد تش. مثل اینه که هی دنبال اینه که ببینن که حالا صوفیانی کجاست؟ چیه؟ کی خروج میکنه؟ از کجا خروج میکنه؟ میدونید این یعنی تو رفتی در زمانی که اصلا اون موقعیت که امام این حرف رو زده، امام معصوم این حرف رو زده، یه اون موقعیت نیست. اصلا اینو چی کار داری؟ بحث اینه که آیا تو اما تو امتی هستی که بتونی امام بشی بر بقیه امم در اون نظام هرمی امامت و پیشوایی؟ تو اینی یا نیستی؟ هر موقع این شدی امام ناس میاد، لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول شهیدا علیکم. در نظام هرمی امامت و رهبران میانی، شمایی که امت وسطی الان قوم برگزیده ای، شما درست با امام تا میکنی الان تو این پایلوت؟ اگر شما تونستید موفق بشید، کارتون رو جلو بردید، شما شدید امت امام. امت امام نه امت اماما، دقت میکنید؟ امت شخص امام منظورم نیستا، امتی که این امت امامه، چون که امام، حالا بعدنم نشون میدم باز دوباره، این هم قبلا بحث کردم، حالا کسایی که ممکنه هی به قول آقای قرائتی و پیچ تلویزیون تازه با کردن، ممکنه با این ادبیات ما یه خورده فاصله داشته باشن. این ادبیات هم ادبیات هایی که ممکنه تا حالا نشنیده باشید، اینجوری امت امام نه امام و امت فلا از این چیزا، ولی اینا به پیر به پیغمبر حرف خودم دیگه، حرف قرآنه. اگه نشنید به خاطر اینکه قرآن کسی نمیگه کلا، خب یا قرآن رو با روایت همچین در هم میکوبیم میگیم اینه دین. دین قرآن کتاب و روایت در ذیل اون قرار میگیرن. شما اگر نقش خودتون رو، ما نقش خودمون رو به عنوان امت امام درست که این امت میشه پیشوا، اون موقع حجت تمام میشه که امام ناس بیاد. شما اگه تونستین، ما تونستیم این امت رو تشکیل بدیم، بریم در مرحله امت سازی و فلان، و که دیدید که این تفکیکایی که آقا میکنن خیلی حرفه‌ایه. خب نشون میده ایشون با مراجع دیگه مثلا در حد واقعا مثل جنت آباد با اورست فرقش. خب این که
ما هنوز باید بریم امت اسلامی رو تشکیل بدیم فلان اینا، این امت درست تشکیل بشه امام ناس میاد خاموش شد. این میشه انتظار. انتظار یعنی حرکت بکنیم تا این امت بشه پیشوا، این امت بشه پیشوا. به من و شما هم ربطی نداره که صوفیانی کیه و کجا میاد چجوری میاد، اینا همش داده پرت الان برای ما. در یه زمانی اصلا اینا گفته شده که این زمان زمانی بودی که حتی قرار بوده مثلا میگفتن بشین تو خونه تا واسه امام میاد، یعنی ظاهرا باید مثلا میومد دیگه، اون روایتش هم عرض کردم. این باشه تموم میشه، یعنی این باشه ما اتفاق میفته، اصلش همینه. خب وقتی که صبر کنن پای مردی بکنن، این صبرش منظور همین صبر انقلابی در مقابل فشارها فلان ایناست. آخ اینا میشن تمام میشه، اینا میشن امام، میشن قوم که خدا بهشون فضیلت داده. حالا یه امامی داریم که امام این اماماست، در حقیقت امام این قوم امامه، اونم باید معادل همین امام داره میشه. خب اون هم باید امتحاناتی رو پس بدهد، امتحانهای از جنس که قرار امام بشه. گفتم نمیشه دیگن که طرف رفته دوره دافوس، بعدش نتیجه شده دندانپزشک متخصص. خب چون ربطی داره این دوره‌ای که باید طرف بره با نتیجه باید یکی در بیاد. شما یه نفر رو میبرن توی دوره‌ای که نتیجهش بشه امام و بشه ابراهیم امام بشه این، لذا اون دوره امتحانات و صبرهاش و فلان و فلان و فلان باید اینجوری ترجمه بشه. برای همین هست که من یادتون هست عرض کردم ذبح حضرت اسماعیل رو ترجمه به این نکنید که ایشون مثلا خیلی ناراحت بود از این که داره بچهشو میکشه، به این ترجمه نکنید. این ترجمهش نیست، این در حد پدر شهیدای ما هم نیست، این در حد پدر شهیدای ما هم نیست. این ترجمهش زدن عقبه توحیدی خودش حتی برای اون بحث امامت بود که توضیحش مفصل داده. باید ترجمه های خودش بشه، در این دوره شرکت کرده که بشه امام و شده امام. قال اینی جاقل و کل ناس امام قال به من ذریتی، از حالا طلب میکنه تو ذریه من. حالا قبل از این که اینو بخونیم آیه 24 سجده رو ببینید. باز دوباره این تناسب و حکم موضوع هی بذارید. باز اینایی که قرار امام بشوند اینجوری هن. حالا اگر خیلی از این قاده هرم امامته، امتی بخواد امام بشه اینجوری میشه، نفر بخواد امام بشه باز دوباره همینجوریه، هی با همین فرمت باید بکشه بر بالا. و جعلنا منهم، از این بنی اسرائیل، و جعلنا منهم ائمه، یه ائمه ای ما از اینا انتخاب کردیم قرار بدیم. آقا بردید صفحه شو، چه صفحه 417. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، اینایی که هدایت میکنن هدایتشون به امر ماست، هدایت میکنن ولی با امر ما دارن هدایت میکنن. که این آیات رو خوب دقت بکنید، من بار صدوم اگر بدید دست امام صادق علیه السلام، دست ائمه ما، چون این امام رو میخواستن به خودشون تطبیق کنن. الان شنیدید هی هدایت به امر،
قرآن چنین ظرفیتی رو داره که تفاوت قائل بشه بین هدایت به امر و هدایت به خلق، یعنی هدایت ظاهری و هدایت باطنی. این یه ادبیات توی قرآن. خب امام معصوم وقتی که میخواد بگه این ائمتن یعنی ما، چی باید بگه؟ یهدونه به امرنا چنین چی؟ میاد عالی ترین سطح یهدونه به امرنا رو معنا میکنه، میگه یهدونه به امرنا یعنی هدایت باطنی. خب این عالی ترین سطحیه که امر در مقابل خلقه، ولی امر همه جا در مقابل خلق نیست. من گفتم دیفالت قرآن، پیشفرض قرآن، این از اون حرفای لبدارا، پیشفرض قرآن رهبری معصومان نیست، بلکه رهبری رهبران الهیه. این پیشفرض قرآنه. آیه نشون دادم، بخوایدم اگه یه جایی باز بحث کردم براتون آیه میخونم. پیشفرضش اینه و اتفاقا باید حی باشه و اتفاقا باید دیده بشه، یعنی باید باشه، حی حاضر باید باشه نه حی غایب. حی حاضر تا امامت کنه. حی غایب اون بله به صورت باطنی هدایت میکنه، ولی اونی که تکلیف قضیه است و باید بیاد و امامت رو انجام بده، ولایت رو انجام بده، یه حی حاضره نه حی غایب. برای همین است که خیلی دیدید با حی درگیر میشن. مرده که مرده. الان دیدید چقدر همه عاشق امام زمانن؟ چون که اون نیست، یعنی غایبه. کما اینکه همه عاشق پیغمبرن. میدونید چرا؟ یه دلیلش اینه که نیست. همه عاشق امیرالمومنین. میدونید چرا؟ چون یه دلیلش اینه نیست. همه عاشق امام حسین. کلا میشه عاشق کسی شد که نیست؟ که دستوری نداره که. دستور بده اونجا تازه گیرگور اونجا پیش میاد. اونجاها گیرگور مال اونجاییست که دستور حی حاضر هست، که اینا تو معنای ولایت بحثای بسیار مهمیه. اگر خواستید یا اگه شد یه جایی دقیقا باز میکنیم. یهدونه به امرنا، یهدونه به امرنا، یعنی به امرهم نیست، به امرهم نیست، به امرهی نیست، به امرناست. دستور دستور ماست. امام کسیست که بر اساس دستور الهی حرکت میکنه. عالی ترین مرتبهش میشه ائمه هدا، معصومین فلان اینا، که تو اون عالی ترین حتی هدایت به امر در مقابل خلق، یعنی هدایت باطنی هم میکنن. که البته امامان میانی هم بهره های از هدایت باطنی دارن، چون که اصلا قاعده در امامت اینجوریه. بهره های دارن، اون بهره اصلی، اون امام اصلی دارن. یهدونه به امرنا، یهدونه به امرنا. این ما یه مداری روایت زده ایم که یهدونه به امرنا رو معنی میکنن، یهدونه به هدایت باطنی. این به خاطر اینکه امام معصوم داشته اینو معنی میکرده. خب امامش بوده، خودش هم بوده، میگه یهدونه به امرنا، بچسبون به سقف. اونه. برای همین هر مفهوم ببدید به امام معصوم میچسبونه تو تاق. اینو نه من میگم، و علامه طباطبایی میگوید، میگوید که تطبیقات امام کلن بر فرد اکمل امام داره. چرا؟ چون که خودش هست، خودش هم فرد اکمله. بهش بگی اول الامر، میگه اول الامر ما، این اطاعتمونم هم عرض اطاعت رسوله، فرق نداره.
یعنی همه مفاهیم اینجوری میچسبن تو زبان، چون این خودشونن. در مقابلشون هم کیه؟ طاغوته. لذا وقتی میگه کسی حرف ما رو گوش نده بلانه، یعنی اینا رو دارم میگم. طاغوتش هم کیان؟ همونایی یعنی که به اسم دین اومدن چیکار کردن؟ اومدن و شدن استکبار اون موقع. برای همینه بعضی که کماکان تو روایات مدلی گیر کردن، باز هنوز طاغوتشون چیزه؟ اهل تسننه، کلن بیرون نیومدن، طرف میگن تو نقش فرو رفته، طرف هنوز تو نقش فرو رفته. نمیدونی بابا اصلا اون زمان گذشت، بیا بیرون، الان طاغوت اون نیست اصلا، طاغوت آمریکاست. اینه، این طاغوته، طاغوت اون جهت تاریخی طاغوت بوده که اومده بودن ائمه رو به زیر کشیده بودن و داشتن مقابله میکردن با مدل حکومتی ائمه و فشار دادن ائمه رو فلان، همه اینا اونا اونجا اونا طاغوت بودن، الان اینا طاغوت نیستن برادر من، گیر در نقشت بیا بیرون، الان اینا با ما کاری ندارن، اونا کار دارن. یهدون به امرنا لما صبرو و کانو و آیاتنا یوقنون. این دوتا ویژگی باعث می شود که بشود امام. امامان میانی همین، امت وسط و میانی هم همین. خوندم دیگه براتون از بنی اسرائیل که اونا هم صبرو، تمت کلمت رب بکر حسنا علی بنده ما صبرو، اونا هم به عنوان امامان میانی و طبقه امام که قرار بود باشن و شدن یه دوره ای، اونا هم صبر، اینا هم به واسطه صبر و یقین به مسیر، یقین و پایمردی، اینا می شدن امام. نقطه اوجش امامان معصوم، پایینترش رهبران پایینتر الهی، بیا پایینترش تا برس به حتی به امتی که اون امت امامه. میدونم حرفایی داره زده میشه الان که یه مقداری با داشته‌ها و اندوخته‌های کتاب دینی شما فاصله داره، اینم خیلی طبیعیه به خاطر اینکه کلاً کتاب دینی‌های ما هنوز از نقش خوش بیرون نیومده، هنوز نقش خارج نشدن کتاب دینی‌ها، هنوز تو همون زمانن. حالا تو سطح حضرت ابراهیم اوج امام میخواد بشه، امام تمام امتحانهایی که داده بابت این صبر کرده پس بر اومده شده امام، این نقش رو گرفته. بعدش حالا داره طلب میکنه برای ذریه خودش، نه ذریه صلبی خودش. او داریم راجع به حضرت ابراهیم صحبت میکنیم، دقیق میفهمیم راجع به شخصیت اینجوری صحبت میکنیم، نه اینکه حالا میشه بچه ها من مثلا اینکه پولی مثلا چه بچه ها ما هم مثلا اینا میگه ذریه اونایی که من تبع من هستن، که من این معنای ذریه رو براتون یه موقعی شکافتم که ذریه منا بودن، فمن تبعنی فانه منی، اولو الارحام بودن، رحم بودن، پدر بودن، اب بودن، همه اینا در قرآن کلن یه دسته واژگان خاص خودشه و ادبیات خاص خودشو داره، که حتی من عرض کردم احترام به والدین که اینقدر قرآن داره تأکید میکنه، نمیگم احترام به پدر مادر نیست، یعنی پدر مادر صلبی نیست، ولی از تو دل این بحث داره احترام های دیگه ای رو هم خارج میکنه. احترام به ابوین نیست، احترام به والدینه، احترام به اون اولو الارحامه. تعبیر معنی اخوت، ذریه، والد، همه اینا در قرآن نشون دادیم یه موقعی که یه بسته معنایی از خودش
از روایات اینا رو نشون دادیم. دیگه میترسن این مجدد بریم روش برای رفقای خود. حالا من ذریتی اونا هم میرسن گفته که این عهد من منو این عهده، این همون عهد است، عهد امامت. این عهد تو امام معنی کنی یه جوره، بیای پایین تو امت امام معنی کنی یه جور دیگه است، ولی این جنس عهد، عهد امامته. شما هست این عهدی که آقا پشت به دشمن نکنید. ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار. یادتون هست که در همون ابتدای این که داستان حضرت آدم رو به پایان رساند، رفت سراغ بنی اسرائیل، گفت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا به عهدی اوف به عهدکم. ببینید این عهد همون عهدیه که بنی اسرائیل، یعنی مورد بنی اسرائیل، این کلید تو این قفل میره، نه اینکه کلن اوفو به عهدی اوفو به عهده با. مثلا نماز بکنید من بهشتتون برم، مثلا اینجوری بکنید به درمادرتون احتمال زیدن فلا میکنم، این سطح بحث بنی اسرائیل نیست اصلا که داره باهاشون مخاطبه میکنه. میگه چیه؟ میگه یا بنی اسرائیل از کل نعمت نعمت‌های منو ببینید که چجوری از چنگال فرعون در اومدید. هر موقع هم این نعمت‌ها رو میخواد بشموره از همین جنس میشموره. ببینید چجوری معجزه کریم اینجوری شد. دیدید چجوری مثلا اون قوم جبار رو فرعون، دیدید چجوری آیات الهی اومد دهن این فرعون اینا رو با پشه و شپش و اینا فلان اینا خونای رود اینجوری شد. دیدید اینجوری شد. دیدید یعنی همه رو از این جنس میگه. میگه آه بنی اسرائیل اوفو به عهدی اوفو به عهدکم. سطح بحث وفای عهد اینه، همون عهدیست که شما سپردید که وایسید پای آرمان ها و انقلابتون وایسید، که اون موقع از چنگال فرعون هم بدر بیاید بهترین زندگی رو بکنید. این همون عهد است. پای این عهد وایسید، من پای عهد خودم وایسیدم. اوفو به عهدی اوفو به عهد کن. این میشه اون سطح بس. سطح بس بار تو اون سوره اعضا همینه. میگه چیه؟ میگه من المؤمنین رجالون صدقو ما عاهد الله علیه. سر عهدشون واقعا صادقانه ایستادن. بعد هی آدم ها این وسط میشه و اما افغانستان راجب عهدهای مختلف بحث کنن، راجب عهدی که من به شما میبندم مثلا جنس از شما میخوام چک میدم مثلا بالاخره به این چکت مثلا باید. راجب این که خوبه اونو ربطی به بس نداره برادر من، از کلیتش میشه استفاده کرد. یادتون هست در سوره مبارکه مائده شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقود خودتون سر جاش وایسید. خب این اوفوا بالعقود مگه نباید علل قاعده در ارتباط با خود پیام سوره باشه؟ پیام سوره از اول تا آخرش ولایته. میگه پای این عقد، این عقدتون سرش وایسید. البته به قول ما آخوندان میگیم جمع محلا و الف لام عموم هم میرسن، حالا عقود فقهی رو هم میرسونه، هم اینا بای پروداکت آیاته، محصول جانبی های آیاته. آخه چه شده از بس که قرآن نخونه میگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود؟ شما درسته با زنت قرار میذاری ساعت 8 ساعت 8 دونی میری زنم اوفوا بالعقود؟ خب باشه حالا، ولی اینم درسته این حرف، ولی بحث اینا نیست الان. بحث عقد امام. اونجا میگه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، عهدشون رو وایسادن. چهار آیه قبلش خب نیا کنی نوشته دیگه، میگه ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار. عهد بسته بودید پشت به دشمن نکن. برای چی عهد؟ یه عده‌ای هستن که پشت به دشمن نکردن. صدقوا ما عاهد الله علیه. خب قرآنی این حرفا همین جوریه. اون موقع میگه این عهد امامت میرسه، میگن این عهد با شرک، با ظلم، ببخشید با ظلم قابل جمع نیست. این عهد با ظلم قابل جمع نیست.
حالا اما افغانستان تازه ظلم میگم این مفاهیم سر جای خودش باید بریم تو سطح قرآن وایسی معنی کنیم. وقتی که میگه ان الشرک لظلم عظیم، بدترین ظلم شرک، باید ببینیم دعوای شرک کلا چه دعوایی بوده که داره میگه این ظلم عظیمه. و من اظلم من فلان، این ازلما رو میریم نیا میکنیم، خودتون هم میتونیم بریم نیا کنیم. میگه من هر چی رو بگی میبخشم، شرک نمیبخشم. این چیه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به، اینو نمیبخشم، بقیهش داره میبخشم. این یعنی مثلا بوداییه، خب تصویب نصیبه، اینو نمیبخشم، بودایی نمیبخشم، پایین ترین و یغف مادونه اون کسایی که زیرا به انقلاب هم بزنن شاید ببخشم، ولی من این دهن بودایی رو صاف میکنم. این الان وضعیت بحث، خب کسایی که انقلاب ها رو منحرف میکنن اینا میبخشن، او بودایی رو نمیبخشن. الان بحث، سطح بحث اصلا نقطه درگیری قرآن، میخوام به اینو عرض بکنم، ما در نقطه درگیری قرآن نیستیم، در نقطه مباحث کلامی خودمون هستیم، در نقطه مباحث قدیمی کلامی تاریخ مصرف گذشته تمام شده دیگه. الان در بازار اعتقادات هم کلن این بحث بحث نمیشه دیگه. خب تو بحث اعتقادات اینا دیگه کلا بحث کماکان ما تو کتاب دینی هم بحث میکنیم. میگن اون لا ینال عهد الظالم، به اون با اون جور در نمیاد. عهدی که عهد امامته، شما اینو هرمی باید معنی کنید، در سطح حضرت ابراهیمش با ظلم حضرت ابراهیمی جمع نمیاد، با ظلم حضرت ابراهیمی تو اون سر جمع نمیشه. بیایید پایین ترش تو مقام های پایین تر و امت های پایین تر، با ظلم اونا جمع نمیشه، با ظلم جمع نمیشه، مقام امامت با ظلم جمع نمیشه. ببینید این میگن سناریو یه خطیشو بگو، مقام امامت با ظلم جمع نمیشه، این پیام لا ینال عهد الظالمینه. حالا تمام این ماتریسی که درست کردیم همه رو باید ضرب کنیم تو هم دیگه، که مقام امامت با ظلم سازگار نیست. از ابراهیمی شروع کنیم، امت امامیشو شروع بگیم، بگیم ظلمه، و اون موقع معنی میشه که طهارتی که عهد گرفتن چیه، که شما این بیت، بیتی که باید طهارت داشته، ما عهد میگیریم از شما، این همون عهد است. آخه اینا هی میگه لا ینال عهد الظالمی، ولی این عهد رو گرفتیم که این خانه باید طاهر باشه. بحث شیلنگ نیست، اصلا سطح بحث اینا نیست، بحث این ما عهد گرفتیم از اینه که شیلنگ بگیرید. میبینید چه خنده دار میشه، ما داریم تو چه نقطه از بحث و درگیری هستیم، یا میگیریم تبدیل میشه به شیلنگ گرفتن تو خانه خدا. میگم آقا ما نیومدیم در نقطه درگیری قرآن، این تمام مشکلاتمونه. ما قرآن رو عرضم تمام، قرآن رو اتخاذ کردیم مهجورن، یعنی قبول کردیم این رو که قرآن مهجور باشه، انتخاب کردیم اینجوری، یعنی با عنایت به خرج دادیم، یعنی با عنایت گفتیم اتخذ القرآن مهجورن، اتخذنا القرآن مهجورن. قرآن اگه پیاده بشه، حرفای زده بشه، قرآن مقام اولی، بحث اولیش نصب بشه،
باز دوباره سه دسته میکنه، مثل خودی که گفت کتاب بیاد سه دسته آدم درست میکنه. یه دستن با فطرتشون میان جلو، یه دستن یهی دارن جلول میکنه، یه دم صف وای نیستن در مقابل همی حرفا. قرآنی که به تیریج قبای هیچ کی بر نمیخوره و هیچ خاصیتی نمیخوره، خب این هم دیگه در همین سر قبل میخوره و سر سفره عروسی. قرآن کتاب نیست، کتاب زندگی کردن نیست، قرآن کتاب انقلاب نیست. حالا امیدواریم از این ماه مبارک رمضان هم واقعا قبول بکنیم. الان دیگه صحبت پیرمردی، مثلا مدل پیرمردیش. آقا ما خیلی جا رفتیم، خیلی درس ها خوندیم، خیلی درس ها دادیم، تقریبا هر چی توی علوم حوزوی هست من خوندم درس دادم، فقه، اصول، فلسفه، عرفان، هر چی بگید از اینا، ما تو سطوح عالیش هم درس دادم. این یهدی للتی هی اقوم، این میذاره پا رو رو محکم در این نقطه. وگرنه همه چی خودش تش باد میده از این حرفا، مگر اینکه متکیه باشه بر معارف قرآن باشه و قرآن باید بیاد تو کار ما و در دستور زندگی ما قرار بگیره، در دستور فهم ما بگیم سیاست خارجی قرآن، سیاست داخلی قرآن، نقش مردم قرآن، مدیریت اسلامی قرآن، همه چی بر اساس قرآن شروع کنیم در بیاریم و بحث میکنیم. انشالله که از این فرصت ماه مبارکم، حالا شاید جلسه بعد شاید نباشه، حالا خبرشو میدن، اگر دیدیم هم دیاره که مجدد تأکید میکنیم، ندیدیم خدا الله الله فی القرآن، به قول امیر المومنین در نفس های آخر همینو گفته بود، الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، بقیه به شما سبقت نگیرن خوصه از القرآن باشد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. خدا و خداوند ما را ببخش و بیامر، قلب نازنین امام زمان از مرافی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده و این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردن. خدا ما را با قرآن عامل و عالم قرار بده، پدر مادر ما را ببخش و بیامر، مرزا اسلام شفا عنایت بفرما، طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاد واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمت گزاران به اسلام و انقلاب مؤید و منصور نشون بدار، بن نبی آله الفاتحه.